ای که در نگاه تو خورشید خفته است، سلام را به نام تو آغاز می کنم، به نام خدایی که همیشه همراه ما هست. عزیزان بیننده، سلام های گرم مرا پذیرا باشین. تقدیم میکنم به همه شما عزیزان و آرزوی بهترین ها را دارم برای همه شما عزیزان بیننده. موفقیت ها، خوشبختی ها، بهترین ها و آرزوی یک زندگی پر از آرامش. چقدر زیبا است اینها که یک انسان برای همه بتانه بهترین ها را آرزو کنه. پس بیاییم برای همدیگه دعا کنیم و همیشه بهترین ها را که همون موفقیت ها و خوشبختی ها هسته برای یکی دیگه بخواهیم و ای که ما همیشه در زندگی آرزوی ای را داریم که موفق باشیم، پیروز باشیم، خوشبخت باشیم، آرامش داشته باشیم، خب یک امر طبیعی هست. اما بیاییم فقط یک آرزو نباشم، ای که ما فقط آرزو داشته باشیم که همیشه خوشبخت باشیم و موفق باشیم و شادمان باشیم و یک زندگی خوش داشته باشیم بدون هیچ مشکلی و همیشه جز آرزوها و رویاهای ما باشه، این قسم نمیشه. بیایم همزمان با ای که آرزومند هستیم، بیایم تلاش کنیم، بیایم کوشش کنیم، بیایم پیدا کنیم راههایی را که ما در او مسیر و در او زندگی همیشه موفق خواهیم بود. بیایم راههایی را پیدا کنیم و یک سبک زندگی خوب را در زندگی خود ما پیدا کنیم و متوجه شویم و آگاه شویم که با او سبک زندگی میتونیم زندگی خود ما را پر از موفقیت بسازیم، پر از خوشی ها، پر از خوشبختی ها، پر از آرامش، همون چیزهایی که همیشه در آرزوی ما هست و علاقه من هستیم که زندگی ما همان گونه باشم. پس سبک زندگی خوب را آموزش ببینیم، پیدا کنیم و متوجه باشیم و ما امروز هم میخواییم که در رابطه با سبک زندگی عزتمندانه با شما عزیزان گفتگو کنیم، با شما خانواده های عزیز، مادرها، پدرهای گلی که همیشه بیننده برنامه روشنا هستین، امروز هم با ما باشین. البته امروز چون کارشناس ما خانم حسنزاده عزیز حضور ندارن به خاطر تعطیلاتی که وجود داشته، یک کمک جابجایی صورت گرفته، امروز خانم عالمی کارشناس برنامه ما هستن با موضوع زندگی، سبک زندگی عزتمندانه و انشالله در هفته های آینده روزهای پنجشنبه این موضوع تقدیم شما عزیزان میشه. خانم عالمی سلام و خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار عزیز و همه بینندگان محترم، انشالله که جور و صحتمند باشن، زنده باشن، سلامت باشن. خانم عالمی، من با بیننده های عزیز یک گفتگویی کردم به خاطر یک مقدمه‌ای که به هر حال ما متوجه ازی باشیم که اگر آرزومندی هستیم که زندگی پر از موفقیت داشته باشیم، خب فقط صرف نباید آرزو کنیم، باید بیایم تلاش کنیم، بیایم کوشش کنیم. خب چی کنیم؟ باید بیایم یک سبک زندگی درست را برای خود ما در زندگی انتخاب کنیم، بیایم آگاهانه یک سبک زندگی را برای خود ما در پیش بگیریم اگر میخواییم که موفق باشیم، اگر میخواییم که خوشبختی های زندگی را تجربه کنیم. زندگی که همیشه ای تو نیست که ما بگیم که خب ما همیشه در سختی ها هستیم دیگه، چاره هم نیست. زندگی میتونه پر از خوشی ها باشه، پر از موفقیت ها باشه، پر از آرامش باشه، به شرطی که ما یک سبک زندگی درستی را انتخاب کنیم. من این موضوع را با عزیزان بیننده گفتگو کردم. حالا میخواییم که با شما از صحبت کنیم نسبت به این موضوع که اصلا سبک زندگی چی هست؟ یک تعریف برای ما از سبک زندگی داشته باشیم. بله، خب قطعا بینندگان محترم و عزیز این واژه رو خب شاید زیاد شنیده باشن، سبک زندگی یا لایف استایل. خب امروز خیلی استفاده میشه، یعنی بله. یک اصطلاحی هست که تقریبا میشه گفته در هر موردی شما در هر حوزه‌ای که وارد بشین بحث سبک زندگی مطرح هست، چه در حوزه بازار هست، در حوزه اقتصاد هست، در حوزه سلامت به خصوص بسیار این اصطلاح کاربرد داره، در حوزه تربیت هست سبک زندگی بسیار استفاده میشه. این سبک زندگی یا لایف استایل یک اصطلاحی هست که امروزه بسیار دم دستی استفاده میشه و واقعا هم خب کاربردهای زیادی هم داره، یعنی در علوم مختلف. حالا این که تعریفش چی باشه، خود لایف استایل یا سبک زندگی، بله، روش زندگی کردن را میگه، روش زندگی کردن فرد، گروه یا یک جامعه را بهش میگن سبک زندگی. روش یا روش ها؟
روش، روش ها یا طرز تلقی ها، نگرش ها، اعتقادات، ارزش ها، رفتار های فرد، گروه یا یک و یک جامعه را بهش میگن سبک زندگی. یعنی که تلقی ما به طور مثال نسبت به یا برداشت ما، تلقی ما از فرهنگ چیست، نگاه ما نسبت به تغذیه چطور هست. حالا من یک مثال میزنم که بیشتر مثلا یک تعریف بسیار گسترده داره. حالا که تغذیه شما میگین حتی با جسم و روح و روان و دقیقاً همینطوره است. همه جوانب در بر میگیره. دقیقاً همینطوره است. شما تصور کنید، حالا من یک مثال میزنم، شاید بشه گفت که در این مثال تقریباً همه اینها گنجانده بشه. شما تصور کنید با یک شخصی که تازه به تازگی آشنا شدین در محیط کار یا در محیط تحصیل، هر جایی که هست، با یک شخص آشنا شدین و میخواین به یک قرار ملاقات در منزل شخص دارین. وقتی که به محضی که وارد منزل شخص میشین، با دیدن در لحظه اول، با دیدن او به طور به قول معروف که استایل چیدن وسایل منزل، تقریبا میشه گفت اطلاعات خیلی زیادی ما میتونیم کسب کنیم. میتونیم بگیم که خب این شخص یک سبک زندگی مدرن داره یا سنتی داره، از نوع وسایلی که استفاده میکنه این شخص. بله. و یا حتی میتونیم به لحاظ اقتصادی هم پی ببریم که خب زندگیش به لحاظ اقتصادی، اگه او وسایلی که در خانه استفاده میشه کاربرد داره، میتونیم تشخیص بدیم که شخص از لحاظ اقتصادی در چه سطحی هست. بله، آیا قیمتی هست، دقیقاً مثلا از نوع وسایلی که استفاده میکنه، حتی میتونیم سطح زندگیش رو هم تشخیص بدیم. و حتی وقتی که کم کم خب وارد مراحل بعدی میشیم که پذیرایی صورت میگیرم، از اون نوع پذیرایش میتونیم بفهمیم که شخصیه که خب سبک زندگی سالمی از لحاظ تغذیه داره یا نه. اون از چیزی که پذیرایی میشه، شما خب واسه یک وسیله پذیرایی میشین که خب میکنه در صنعت تغذیه، میکنه ای از لحاظ تغذیه سالم باشه یا ناسالم باشه. حالا خب فرق میکنه یکمه که در میمان و میمانداری یکم فرق نمیکنه خانه همینه؟ باز هم خود شما... میمانداری آدم کوشش میکنه که خوب اول چیزها رو جور کنه دیگه، نیست های غذای خوب و میوه و نیفام حالا هر چیز مثلا اینها خب ممکنه در نوع تجملات تأثیر داشته باشه، اما در سبک سالم بودن تأثیر نداره. شما تصور کنید که میخوای یه غذای بیارین که در اون موادی استفاده شده باشه که سالم باشه، خب. یا از لحاظ قیمت و تجمل بیشتر باشه، اینها خب خیلی تفاوت داره. شما ممکنه یک غذای ساده بیارین که در این حال سالم باشه، به طور مثال که به سلامت ما کمتر آسیب برسونه، ولی خب همینطور میتونیم یک غذایی که از تجملات یا به قول معروف که خیلی بسیار شیک باشه، شکل باشه، ولی کن میتونه ناکامه ناسالم باشه. یعنی این سبک زندگی ای طور مثلا سبک زندگی سالم و غیر سالم تشخیص داده میشه قشنگ، خیلی راحت از نوع پذیرایی اینها تشخیص داده میشه. خب حتی نوع فرهنگ مثلا تشخیص دقیقاً داده میشه، نوع پوشش مثلا دقیقاً او پوششی که او شخص در منزل داره، نوع برخوردش، حتی اینکه چطور با شما برخورد میکنه، رفتارش که مثلا چقدر به ما احترام بگذاره، چقدر برای مهمان ارزش قائل هسته. شما میتونین از سبک زندگی او تشخیص بدین که این فرد تا چه اندازه به یک فرد دیگه میتونه احترام بگذاره. یعنی شما با یک برخورد ساده با یک شخص میتونین به زوایای مختلف پی ببرین که شخص در چه فرهنگی قرار داره، بله. سبک زندگی سالم داره یا نداره، از لحاظ اقتصادی در چه وضعیتی هسته. اینها همه مجموعی از دقیقا. یک در حقیقت سبک زندگی مجموعی از همین ها هسته. مجموعی از چی هست؟ از ارزش های یک فرد هست. ارزش بله. ها شامل چه چیزهایی میشه؟ اعتقاداتش، اینکه خب پوششش به چه نوعی باشه، و از او طرف برمیگرده به طرز تلقی های ما، به برداشت های ما از زندگی، اینکه ما به چه چیزهایی بیشتر اهمیت میدهیم. بله. خب در برخورد های خودمون درسته. اینها همه مجموعی از سبک زندگی سبک زندگی ما را تشکیل میدن. خانواده میگه که شما الان مثال هایی رو که بیان کردین، من متوجه ازی شدم که ما همگی ما یک سبک زندگی داریم، شاید تحت عنوان ازی که بگوین که ما مثلا سبک زندگی داریم در زندگی، شاید مثلا تحت این عنوان نباشه، ولی ما
ناخودآگاه همگی ما بر اساس یک سبک زندگی خود ما داریم پیش میبریم. دقیقا همینطور است. یعنی کسی بدون یک داشتن یک سبک زندگی نمیتونه پیش بره. حالا ما که میگیم سبک زندگی رو خانم زهوری داریم تعریف میکنیم، میگیم که مجموعی از تلقی ها و نگرش ها هست، این به خاطر اینه که خب ما الان میگیم یه همچین تعریف جدا وگرنه در صورتی که ما همین زندگی رو که انتخاب کردیم، بله، یعنی هر نوع از روشی رو که در زندگی داریم این خودش میشه سبک زندگی. سبک زندگی همین روشی رو که ما در زندگی پیش گرفتیم در همه حوزه ها، چه در حوزه اقتصادی هست، در حوزه علمی سیاسی، در حوزه فردی و شخصی، این هم این هر روشی رو که ما انتخاب میکنیم در زندگی خودمون همین میشه سبک زندگی ما یا همون لایف استایل ما میشه. دقیقا مهم این هست که ما چه قسم سبک زندگی انتخاب کنیم. پس این اهمیت حالا چرایی سبک زندگی رو هم بعد از یک وقفه و میان برنامه با شما عزیزان خواهیم بود. حتما بیننده برنامه روشنا باشین هر روز که تقدیم شما عزیزان میشه به صورت لایف و زنده، و همچنان میتونیم با ما هم در ارتباط باشین، همراه ما باشین بعد از یک وقفه. سپاسگزار هستم از همه شما خانواده‌های عزیز و محترم که همیشه بیننده برنامه روشنا هستین و از اینکه امروز هم با ما همراه و همگام هستین. بسیار خوشحال هستیم و هر روز یک برنامه روزی دقیق داشته باشین، بیننده برنامه باشین، با شما عزیزان گفتگوهای زیاد داریم با موضوعات مختلف و خب میتونید با ما در ارتباط هم باشین. شماره و نمبر ارتباطی ما و شماره همکاران ما زیرنویس میکنن و در نظر داشته باشین که به صورت لایو و زنده میتونید با ما در ارتباط باشین. و اما سبک زندگی و چرایی از او، خب وقتی که گفتیم سبک زندگی رو تعریف کردیم و گفتیم که در زندگی ما بر اساس یک سبک زندگی ما پیش میریم، حالا خب چرا باید ما یک سبک زندگی داشته باشیم و چرایی از او چی هست و بعد از او بیایم خصوصیات از او رو هم بپردازیم و بعد از او بهترین سبک زندگی رو هم انشالله برای شما عزیزان امروز معرفی خواهیم کرد. خب خانم معلمی، چرایی سبک زندگی این سوال بعدی ما هست. بله، این که خب ما در زندگیمون ناخواسته چه سبک زندگی خودمون رو انتخاب بکنیم چه انتخاب نکنیم، یک روشی رو در زندگی قطعا ما در پیش رو داریم. یعنی همونطور که زندگی میکنیم به هر سبکی همین خودش میشه سبک زندگی. حالا این که بخوایم چرا ما باید در زندگی سبک زندگی داشته باشیم، این واقعا بسیار مهم هست خانم زهوری عزیز. چرا که اگر ما در زندگی خودمون برای خودمون یک سبک زندگی انتخاب نکنیم، یعنی اگر خودمون سبک زندگی نداشته باشیم و خودمون او رو انتخاب نکنیم، بله، ممکن است در زندگی واقعا دچار مشکلاتی زیاده بشیم، سردرگم میشیم. حقیقتا همینطور هست، به خصوص که ما همطور که میبینیم خب در یک دنیای قرار داریم، یک جهان، یک جهانی شده که بسیار مخصوصا خب بحث مصرف گرایی وقتی که پیش میایه، تبلیغات بسیار وسیع هست خانم زهوری عزیز در هر زمینه. یعنی شما در هر زمینه، چه در بحث کالا، چه در بحث اعتقادات، ارزش ها، همه اینها تبلیغات بسیار زیاد هست و ما تحت تاثیر همین تبلیغات هستیم. و خب در خوشبینانه ترین حالت اگر بگیم که خب شرکت های تجاری همیشه به دنبال این هستن که اجناس خودشون را اینها بفروشن و به یک سود مالی برسن، ولی در همین تبلیغات حتی کالا هم که شما میبینین چقدر سبک زندگی تبلیغ میشه.
شما وقتی میگین یک کالایی از سوی یک شرکت تجاری تبلیغ میشه و در کنار او چقدر مبانی و ارزش ها تبلیغ میشه. بله، یک کالا رو تبلیغ میکنن، در کنارش با او پوششی که افرادی که تبلیغ میکنن، با نحوی سخن گفتنی که اونها دارن، و اینها همه به نوعی میشه گفت یک نوعی از سبک زندگی در جهان به صورت مشترک و یکسان در حال تبلیغ هست. و همه اینها تأثیر خواهد گذاشت در سبک زندگی ما. قطعا تأثیر، یعنی اگر ما میخواییم یک وسیله برقی را تهیه کنیم، میریم به دنبال این که خب این وسیله برقی چه خصوصیاتی داره، و وقتی یک برنامه تبلیغ را مشاهده میکنیم، ناخودآگاه در معرض تبلیغ سایر مؤلفه هم قرار میگیریم. و اینجا هست که سبک زندگی، انتخاب سبک زندگی واقعا جایگاه ارزشمندیش معلوم میشه. معلوم میشه. اینکه اگر ما برای خودمان سبک زندگی را انتخاب نکنیم، بنابراین ممکن است به راحتی در جامعه دستخوش همین تبلیغات بشیم. بله. و اینها گرچه تا حدودی اینها تأثیر میگذاره، یعنی اینطور نیست که ما بگیم که 100% ما از این تبلیغات، از این سبک زندگی که خب بر جامعه داره تبلیغ میشه، در امان هستیم. یک جاهای خب ناگزیر هستی و بد هم نیست که ما اینها بر روی زندگی ما تأثیر بذاره، ولی اینطور نباشه که سبک زندگی ما کاملا در اختیار بازار قرار بگیره. بله. و ما بر اساس تبلیغات دقیقا همینطور هست که ما بخوایم. حالا اصولش چی هست؟ اصولی که به هر حال سبک زندگی ما داشته باشیم، اصول از او چی هست و معیارهای از او چی میتونه باشه؟ خب ما باید نگاه کنیم که در چه جامعه قرار داریم. خصوصا برای ما که در یک جامعه اسلامی قرار داریم، سبک زندگی یک اصطلاحی هست که از غرب وارد شده. در حقیقت این غربی ها اولین بار در 100 سال پیش، آدلر یک روانشناسی بود که سبک زندگی را تعریف کرد و همه مؤلف های فردی و اجتماعی و گروهی رو اومد رو پیاده کرد و گفت که خب یک شخص بر اساس اون طرز تلقی ها و ارزش ها و عقایدی که داره میتونه سبک زندگی خودش رو انتخاب کنه. ما با هم با اونمی که مسلمان در یک جامعه اسلامی که قرار داریم، دقیقا باید بیایم همین کار رو بکنیم، یعنی ارزش ها، عقاید و تلقی های خودمان را به عنوان یک فرد مسلمان در جامعه بیاییم باید پیدا کنیم. اگر اینها را ما در زندگی خودمون پیدا کنیم، قطعا وقتی که بدانیم که ارزش های ما در زندگی کجا هست، یعنی ما با عنوان یک زندگی، با عنوان یک مسلمان در حقیقت ما چه هدفی رو داریم. همونطور که ما در برنامه تربیت اسلامی هم گفتیم برای این که ما با عنوان یک مسلمان دو تا هدف داریم، یک هدف غایی داریم، یک هدف واسطه‌ای داریم. هدف غایی ما در با عنوان یک در یک جامعه اسلامی با عنوان یک مسلمان چیست؟ این هست که در حقیقت ما زندگی میکنیم که به معرفت خداوند، به لقای خداوند برسیم. دقیقاً. بله. و برای رسیدن به این معرفت خداوند، به لقای خداوند، یک سری اهداف وجود داره که اینها اهداف واسطه‌ای هستن. بله بله. که ما رو کمک میکنن که به اونها برسیم. در بحث سبک زندگی هم همینطور هستن. ما یک سری اهدافی رو باید در زندگی داشته باشیم که ما رو به اون هدف اصلی برسانه. خب اگر ما این اهداف واسطه‌ای رو شناسایی کنیم در زندگی خودمان، این اهداف را در زندگی پی بگیریم، قطعا کمتر دچار این میشیم که خب در زندگی در خودمان در انتخاب سبک زندگی مثلا دچار مشکل نخواهیم شد، هم مشکل نخواهیم شد، هم دچار انحراف نخواهیم شد، هم دچار این نخواهیم شد که خب در جامعه چون سبک‌های زندگی مختلفی داره از سمت جامعه غربی و غیر اسلامی و غیر خدایی داره به ما تحمیل میشه، و واقعا همینطور است. اینها اجتناب ناپذیر هست. ما نمیتونیم بگیم که خب راه پیشرفت را در جامعه بگیریم، راه این که خب جامعه غربی داره، چون ما از کالاهای اونها داریم استفاده میکنیم، و این واقعا غیر منطقی هم نیست بگیم که خب پس ما یک جامعه اسلامی را میخوایم پریزی کنیم و بنابراین هیچ از هیچ پیشرفت و هیچ کالای غربی نباید استفاده کنیم. واقعا غیر منطقی است. ما همطور که داریم از کالاهای اساسی اونها استفاده میکنیم، در حقیقت بسیاری از چیزها ممکن است مسائل این چنینی هم هست که ممکن است برای ما تأثیر بگذاره، ولی که ما با شناسایی و دقیق در سبک زندگی اسلامی و اینکه ببینیم که خب در اسلام چه قوانین وجود داره، چه قواعدی وجود داره. بله، که ما میتونیم بله. بر اساس اونها سبک زندگی خودمون را
پیروزی کنیم. حالا خب خوب از خدا رو شکر که بسیاری از عزیزان ما اهل قرآن هستن و اهل علم و عمل به قرآن هستن. حالا خب کتاب قرآن که یک دفتر و کتابچه بزرگ راهنمای ما هست در زندگی، خود او هم سبک زندگی اسلامی رو در او برای ما مشخص کردن که وقتی به تفسیر او ما میپردازیم چقدر زیبا در او برای ما مشخص کردن. همین موضوعی که انسان‌ها در زندگی باید یک سبک زندگی اسلامی و دینی را در مسیر زندگی خودش مشخص کنه و پیدا کنه، چرا که سرچشمه عزتمندی در انسان‌ها میتونه همین پناه به خداوند، توکل به خداوند و ایمان و تقوا باشه. خب این خودش یک سبک زندگی اسلامی است که در قرآن هم برای ما که بزرگترین و بهترین راهنمای ما هست و کتابچه راهنمای ما هست، برای ما کاملا مشخص و پیداست. دقیقا همینطوره. او دستورات و احکامی که در اسلام اومده، چه در قرآن اومده، چه از طریق پیامبران اینها به برای ما خوب رسنده شده، چه از طریق ائمه اون احادیثی که آمده، اینها همه میشه از مجموعی از سبک زندگی اسلامی ما که اگر ما اینها را بیایم شناسایی کنیم و بر اساس مقتضیات زمان خودمون اینها را پیاده کنیم که قطعا هم شدنی هست، سبک زندگی ما قطعا میتونه یک سبک زندگی درست و صحیحی باشه. حالا خب ماه محرم هم که ما برنامه های زیادی با بیننده های عزیز داشتیم در رابطه با مثلا زندگی امام حسین علیه السلام و قیام امام حسین و قیام عاشورا وقتی که ما صحبت های زیادی داشتیم، این خودش یک نوع سبک زندگی از بسیار اسلامی و بسیار دینی و چقدر عزتمندانه بود که ما برای عزیزان بیننده اینها را معرفی کردیم. خب این خودش یک نوع سبک زندگی هست. دقیقا یکی از مؤلفه های سبک زندگی همین ارزش هایی هست که در زندگی وجود داره. یکی از همین ارزش ها و شعائر بحث محرم و امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا هست که اینها خب میتونه بسیاری ارزش ها و عقاید را در سبک زندگی ما جاری و ساری کنه و ما رو میتونه واقعا به اینها با متوسل شدن به اینها و استفاده کردن از اینها میتونیم واقعا سبک زندگی خودمون را با اون عزیزان و بزرگواران نزدیک کنیم. پس اولین اصولی که در رابطه با سبک زندگی شما مشخص کردین و بیان کردید داشتن انتخاب. هدف هست. هدف و انتخاب هدف و انتخاب یک سبک زندگی هست. یعنی اگه سبک زندگی خودمون رو ما خودمون انتخاب نکنیم، قطعا در جامعه ناخودآگاه به واسطه گروه های دیگه انتخاب میشیم. یعنی اگه ما خودمون سبک زندگی خودمون رو، ما اگه یک سبک زندگی اسلامی رو انتخاب نکنیم، اون سبک زندگی به ما تحمیل میشه در حقیقت. بله. در حقیقت به ما تحمیل میشه. بنابراین انتخاب کردن سبک زندگی اولین ضرورت سبک زندگی هستی که ما هدف را در زندگی خودمون تعیین کنیم و یک سبک زندگی را برای خودمون انتخاب کنیم. حالا این سبک زندگی میتونه اسلامی باشه، میتونه غیر اسلامی باشه، میتونه یک سبک زندگی سالم باشه در حوزه تغذیه به طور مثال، یا یک سبک زندگی ناسالم باشه که حالا ممکنه در حوزه تغذیه مطرح باشه. حالا ما انواع سبک زندگی داریم دیگه، حالا که شما بیان میکنین به صورت جزئی، مثلا یکی تغذیه هست، یکی در رابطه با فرهنگ پوشش هست، در رابطه با پس ما نتیجه میگیریم که خب سبک زندگی یک فرد میتونه انواع مختلفی داشته باشه. انواع مختلفی باشه و اگر ما این را انتخاب نکنیم، یعنی ضرورت داشتن سبک زندگی این هست که ما سبک زندگی را انتخاب کنیم. اگر انتخاب نکنیم، ممکن است این سبک زندگی بر ما تحمیل بشه. همونطور که گفتم، یعنی ما در نوع پوشش ما ممکنه اگه ما نوع پوشش ما رو خودم انتخاب نکنیم، با عنوان یک فرد اگه من نوع پوشش ما رو خودم انتخاب نکنم، قطعا به واسطه او جامعه‌ای که در او زندگی میکنم، ممکن است جامعه به من یک پوشش رو به من تحمیل کنه. گرچه که معمولا سبک زندگی یک فرد غالبش بر اساس او جامعه تعریف میشن. بله. یعنی در جامعه هست که ما سبک زندگی پوشش ما تعریف میشه. اگه من یک پوششی دارم، غالب یک جامعه همون پوشش رو داره که خب من همون رو انتخاب میکنم. ولی ممکن است ما یک در یک جامعه باشیم که پوشش برای ما خب مهم باشه، ولی او جامعه او پوششی رو که من میپسندم او پوشش رو نداشته باشه. به طور مثال من به عنوان یک مسلمان در یک کشور غربی زندگی میکنم، خب پوشش غربی برای من پوشش مناسبی نیست، بنابراین من باید خودم این پوشش رو انتخاب کنم. اگر انتخاب نکنم، جامعه برای من انتخاب میکنه و ما ای با ارزش های ما در تضاد هست. خانواری وقتی میگیم سبک زندگی اسلامی رو یک نفر وقتی که بپذیره، خب
اسلام در همه جوانب و در همه چارچوب یک قوانین را معلوم کرده، یک قواعد را مشخص کرده. قواعد را مشخص کرده. دیگه خب خودش معلوم کرده دیگه. میگه که اسلام میگه که پوششت ای باشه. حتی علاوه تغذیه، حتی علاوه جسم، روح، روان، اقتصاد، اقتصاد، سیاست، همه اینها را تعریف کرده. تعریف کرده. پس وقتی ما مثلا در رأس میایم یک سبک زندگی اسلامی را میپذیریم، خب او دیگه همه جوانب برای ما مشخص شده هست. کار ما خیلی آسان شده دیگه به این طریق. خیلی کاملا دیگه چارچوب همه چیز برای دقیقاً. ما معلوم است. یعنی اونجوری که الان ما میبینیم در روانشناسی غربیان که وقتی میان چه در روانشناسی چه در علوم دیگر انسانی اینها میان بحث میکنن، برای ما از قبل از زمانی که پیامبر ظهور کرده و ائمه بوده اینها همه چارچوبش مشخص بوده و بسیار کار ما راحت است. بله. بعد از یک وقفه همچنان همراهی کنین برنامه خودتان روشن. خب خدمت همه شما عزیزان خوش آمدید میگیم به برنامه روشنا. ما با موضوع سبک زندگی عزتمندانه با شما عزیزان گفتگو میکنیم با کارشناسی خانم عالمی عزیز و امیدوار هستیم که همچنان مثل همیشه بیننده برنامه باشین. در رابطه با سبک زندگی صحبت هایی داشتیم، معرفی کردیم و تعریفی از سبک زندگی و انواعی از او و انشالله بپردازیم به ویژگی های او و ای که سبک زندگی ما باید به عنوان یک هدف مشخص و معلوم باشه و انتخاب صحیح داشته باشیم و سبک زندگی در زندگی ما یک امر بسیار بسیار مهمی هست. ما باید در زندگی یک سبک زندگی مشخص و معلومی را باید داشته باشیم و انتخاب کنیم اگر بخوایم که زندگی ما به سمت کمال پیش بره و به سمت موفقیت ها و به سمت خوشبختی ها پیش بره، باید سبک زندگی ما در زندگی معلوم و مشخص باشه. پس سبک زندگی داشتن برای ما اصل مهمی هست و چرایی را او را هم برای شما عزیزان بیان کردیم و حال میپردازیم به ویژگی های سبک زندگی. چه خصوصیاتی داره سبک زندگی و چه ویژگی هایی داره؟ حالا ما به طور کلی مثلا میخوایم بگیم که سبک زندگی چه ویژگی داره، نه صرفا فقط سبک زندگی اسلامی، چون اگه بخوایم وارد سبک زندگی اسلامی بشیم خب ما بحث بسیار جزئی میشه. بله. ولی به طور کلی یک داشتن سبک زندگی بسیار ضروری است گفتیم و علتش هم این هست که ما باید زندگی برای خودمون یک سبک زندگی را انتخاب کنیم برای اینکه بتوانیم او سبک زندگی انتخابی خودمون با اون هدفی که داریم اینها با هم دیگه در یک راستا قرار بگیرن. و حالا این سبک زندگی باید اولین خصوصیتش که این هست که سبک زندگی، داشتن سبک زندگی یا انتخاب سبک زندگی کمک میکنه که ما یک زندگی راحت تری داشته باشیم. قطعا اگر ما در زندگی خودمون یک سبک یا اسلوب یک روش خاص را پیش بگیریم که همین دقیقا تعریف سبک زندگی هم همینطوره. یعنی خود آدلر هم میگه که سبک زندگی یعنی روش خاصی که یک فرد در زندگی پیش میگیره. حالا این روش خاص را اگر ما انتخاب کنیم حالا در هر زمینه‌ای که باشه اینها باعث میشه که ما زندگی راحت تری داریم و واقعا قطعا در آسایش زندگی ما کمک میکنه. اگر ما بتونیم در زندگی فردی خودمون، حالا زندگی فردی خودمون وارد خانه و خانواده میشیم، در ارتباط خودمون با اجتماع اگر روش نداشته باشیم خب دچار سردرگمی میشیم. بله. از اهداف خودمون دور میشیم. ممکن است بسیاری از مشکلات سر راه ما قرار بگیره. در بحث اقتصادی خب ما اگر یک روش خاص نداشته باشیم ممکن است به مشکل اقتصادی بر بخوریم. ممکن است از لحاظ اقتصادی به اون
هدفی که میخواهیم نرسیم. یا حتی در بحث عقاید هم همینطور هست، یعنی در بحث دین گفته شده که یکی از مسائل مهمی که در سبک زندگی تاثیر داره همین دین و عقاید هست. اگر ما در بحث عقاید و دین اینها ما اگر روش خاصی را نداشته باشیم، شما تصور کن افرادی که بیدین هستن، این افرادی که هستن که آتئیست هستن، اینها خدا را باور ندارن، یا حتی کسانی هستن که اینها اصلا هیچ چیزی ندارن، حتی نه خدا که حتی به هیچ چیزی اعتقاد ندارن، چقدر اینها در زندگیشون دچار مشکل میشن، احساس پوچی دارن، پوچی میرسن، یعنی بهترین حالتش هم اینه که اینها دچار پوچی میشن. شاید بعضی تصور کنن میگن که خب اینها در دنیا راحت هستن، حتی در دنیا هم راحت نیستن. یعنی ما حتی گزینه دین هم بسیار مهم هست که وقتی ما یک دینی رو انتخاب میکنیم عقایدمون مشخص شده هستن، همین باعث میشه که خب ما در مسیر زندگیمون بسیاری از مسائل حل بشه برای ما، مخصوصا ما که خب مسلمان هستیم، ما با روی کرد دینی و اسلامی میخواییم به سبک زندگی نگاه کنیم. این بسیار حائز اهمیت هست که ما در بحث دین ای را واقعا متوجه باشیم. بنابراین اولین خصوصیت انتخاب سبک زندگی هست که ما به آرامش برسیم، برنامه داشته باشیم، چرا که چون همین برنامه ریزی ما در هر زمینه باعث میشه که ما بیشتر آسایش را تجربه کنیم. اگر برنامه نداشته باشیم، اگر برنامه ریزی نداشته باشیم، قطعا در زندگی با در بسیاری از زمین ها با شکست مواجه میشیم. شما در بحث علم و آموزش تصور کنیم، اگر ما برنامه‌ریزی نداشته باشیم، اگر سبک زندگی خاصی رو تر پیش نگیریم، بله، ممکن است دقیقاً واقعا ما نمیتونیم در بحث علم آموزی، در بحث آموزش قطعا دچار شکست خواهیم شد. چون یکی از مسائل دیگه که حالا در بحث سبک زندگی واقعا مهم هست همین آموزش ها هست، چرا که همین آموزش ها هستن که ما میان نگرش های رو در افراد ایجاد میکنن. ما آموزش میبینیم، در طی آموزش یک مجموعی از نگرش ها و ارزش ها و طرز تلقی ها به ما در حقیقت به ما القا میشه و از همین آموزش ها هست که ما میتونیم در بحث سبک زندگی خودمون استفاده میکنیم. بنابراین یکی از مهمترین ویژگی سبک زندگی این هست که ما را به آسایش و راحتی میرسونه، همون آرامش و همون آسایش و همون راحتی که همه انسان‌ها تلاش میکنن به دنبال او هستن. دقیقاً همین طوره. وقتا میبینن که به نتیجه نمیرسن. هر چقدر تلاش میکنن، هر چقدر کوشش میکنن، میبینن نتیجه. خب باختر چیز باختر است که ما سبک زندگی سالم درستی نداریم. دقیقاً نکردیم و همیشه باید به دنبال او باشیم. به دنبال انتخاب بهترین سبک زندگی باشیم. و این خانم زهری عزیز، این که میگیم به دنبال بهترین انتخاب بهترین سبک زندگی باشیم، که همون سوالی که شما فرمودین اول برامه که اصلا بهترین سبک زندگی چی هست، این یک چیزی هست که واقعا نمیشه برای هر شخص یک نسخه پیچید. دقیق قطعا از یک فرد تا یک فرد، از یک جامعه تا یک جامعه، از یک گروه تا یک گروه، این متفاوت هستن و برمیگرده به خود فرد. یعنی حالا ما اگر فرد رو در نظر بگیریم، ما با عنوان فرد، شما با عنوان فرد، بینندگان محترم با عنوان فرد، این که بخواین چه سبک زندگی انتخاب کنن برای خودشان، ای برمیگرده به حس انسان نسبت به هر کس خودش با سبک زندگی خودش معلوم کنه. همینطوره. اینی ما در یک حوزه خب ممکن هست ما تحت تاثیر جامعه هستیم که میگیم خب سبک زندگی قالب جامعه این هست که یک جامعه مصرفگرا هست، که دین ما مشخص میکنه. دقیقاً اینه که دین ما مشخص میکنه. بعد جامعه و بعد خود فرد هست که چه حس خوبی داره نسبت به او سبک زندگی که داره. به طور مثال در حوزه پوشش، اولین چیزی که تأثیر میگذاره دینی ما هست و بعد عرف هست. بله. حالا در کنار عرف شاید حس خود فرد هست که بسیار تأثیرگذار هست که من نسبت به پوشش چه حس خوبی دارم. خب خانم عالمی، اینجا کمک سخت میشه و یک نفر هست که شاید حس خوب نسبت به حجاب نداشته باشه، بعد اون رو انتخاب کنه؟ نه خب چون حس خوبه به حجاب نداره مثلا. خب ما برمیگردیم، گرم از یک چادر زیاد، پوشش زیاد در گرمی از او مثلا کمک سختی برش. دقیقاً همینطوره. پس چون احساس خوبه نداره، پس او رو بعد گوشه بانه و سبک پوشش و حجابه؟ نه دیگه، گفتیم اول دین انتخاب میکنه. اینه ما در وقتی که با عنوان مثال، حالا ما چون در قالب اسلامی شده در نظر میگیریم، در قالب اسلامی ما میگیم خب دین گفته که باید که پوشش اسلامی زن به این شکل باشه.
حالا چی خب اون حسش خوشایند باشه خوشایند باشه چه خوشایند نباشه میتونه که از یک پس در بعضی از قسمت‌ها این حس خوشایندی نمیتونه مؤثر باشه قطعاً به عنوان حد چه در جامعه اسلامی و چه در جامعه غیر اسلامی قوانین جزء قانون یکی از الزام‌های اساسی سبک زندگی هستن بله. یعنی ما در یک سبک زندگی ما میتونیم عرف را ازش بگذاریم بله. اما از قانون نمیتونیم بگذاریم بله. در اسلام هم همینطور است یعنی این قانون بحثش هم در غرب هست بله. و در هم در اسلام است شما در کشور غربی ممکن است نسبت به چراغ قرمز حس خوبی نداشته باشین ولی خب این چراغ قرمز را باید در قاعده رانندگی رعایت کنیم جزء قواعد هست یعنی بله. قانون همین رو گفته ما در اسلام هم همینطور است پوشش ممکن است یک جای نسبت به سخت باشه بله. برای من ممکن است خوشایند نتر بشه ولی قانون و قاعده ایره میگه که ما از این قانون باید پیروی کنیم از این قاعده پیروی کنیم یعنی بحث قانون و قاعده در سبک زندگی در تمامی جوامع چه غربی چه اسلامی چه غیر دینی اینها جای خودش رو داره بله. ولی کن عرف را خوب میتونیم یک جاهای ما عرف را جابجا کنیم تغییر بدیم بر اساس خب ذوق و سلیقه خودمان ولی قوانین سر جای خودشان هستن بله. هستن. بنابراین بهترین سبک زندگی اون سبک زندگی هست که در کنار حفظ قانون بله. حالا اون قانون چه هر قانونی میتونه باشه قانون بله. اسلامی است یا هر قانون کلی بیان دقیقاً حقوقی باشه در کنارش ما همون سبک زندگی رو انتخاب میکنیم که نسبت به او احساس خوشایندی داشته باشیم یعنی این حس خوشایند ما هست که به ما در انتخاب سبک زندگی بسیار کمک کننده هستن و یکی دیگه از ویژگی های سبک زندگی این هست که خانم زهره عزیز سبک زندگی بسیار باید کمک کنه که ما به یک مخصوصا ما که مسلمان هستیم ما رو به او هدف اصلی یعنی به خداوند نزدیک کنه به سرچشمه عزتمندی دقیقا همینطور هست به خداوند نزدیک کنه و اون معنویت حقیقی رو ما در زندگی خودمون تجربه کنیم بس. مخصوصا اگر ما در سبک ما که مسلمان هستیم و معنویت ما با چه چیزایی معنویت ما گره خورده با شعائر اسلامی معنویت ما بر پایه احکام و عبادات هست تقوا ایمان هست دقیقاً همین است اگر ما در جام در زندگی خودمون حالا در اون سبک زندگی خودمون بیایم عبادت را واقعا به او پایبند باشیم بله بله. اگر به شعائر دینی اسلامی بر اساس اون چیزی که در حقیقت دین هستن نه بر اساس سلیقه و ذوق خودمون به اینها پایبند باشیم بله. قطعا میتونیم به اون معنویت واقعی دست پیدا کنیم انشاءالله با امید خدا که در زندگی خود ما بهترین سبک را داشته باشیم و سبک زندگی ما را به سمت اهداف خوبی ها و موفقیت ها پیش ببرم پس نتیجه بگیرم که سبک زندگی خود ما را بسیار دقیق انتخاب کنیم این سبک زندگی هست که ما را میتونه به نهایت موفقیت ها برسانه یا ای که به نهایت بدبختی ها برسانه پس این موضوع برنامه بسیار اهمیت داره و انشالله در روزهای پنجشنبه حتما بیننده برنامه این موضوع باشیم از خانم عالمی عزیز هم تشکر و سپاسگزار هستیم و از حضور همه شما عزیزانی که سبک زندگیتان انتخاب شده هست و معلوم شده هست خداحافظی میکنیم و بهترین ها را برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواهان هستیم خدا نگهدارتان اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم